سلام. سلام دخترم، چه بی خبر؟ یه سلام صرف اومدم. خیلی کار خوبی کردی، اینجا جات خالی بود. خیلی ممنون. با چی اومدی؟ فکر کنم پوکر بود. عجب راه خوبی اومدی، اول جنگل و دریا، بعدم که کوه و کبیر. دلم لک زده برای اون موقعی که همتراز دماوند پرواز میکرد. بله خیلی قشنگه، رفتنه تاج دماوندم دیدم. جدی؟ یکی از دیدنی ترین منظره های دنیاست. بله من که جایی رو ندیدم، ولی شما که همه دنیا رو از آسمون دیدی، وقتی میگین قشنگه حتما خیلی قشنگه. فوق‌العاده است. میخوای کمکت کنم؟ خیلی ممنون، خودم میبرم. با اجازه. دلم برای تنگ شده بود. من خیلی دلم برای تنگ شده بود. خوبی؟ نه اصلا، از تنهایی دق کردم. الهی اره قربونت برم. بزرگ مرکت کنم. نه نه خودم میبرم. پس دو تا تو بری بالا، من زیر غذام خاموش میکنم، میام پیشت کلی با هات حرف. بودو بودو، اجازه بدی زودی میام. مامان، مامانی، کسی خونه نیست؟ پدرام، خب چه خبر؟ خبر دست اولی که بالاخره یکی تونست از سرد کاپیتان بگذره آپارتمان کاظم‌زاده رو اجاره کنه. خب هم نه خود کاپیتان بوده دیگه. نه خیر، نکته جالبش اینه که درست همونی شد که کاپیتان نمیخواست بشه. نه یعنی اجاره داد به دختر دانشجوها؟ از اون بدتر، به پسر دانشجوی مجرد. این بیچاره که همه عیبای دنیا رو داره، کاپیتان سر به نیستش نکنه شانس آورده. جوون طفلکیه، فکر نمیکنم دووم بیاره. آخه بیچاره. اصلا ما برای چی اومدم تو؟ بی بریم سر نهار بر توضیح میدم. نه قربه، به من اشتها ندارم. اشتها ندارم، دوست داشتی ندارم. ببین پس صاف کن برم دستوری یا به سر صورتم بزنم. باشه پس من میرم میزو بشینم تا تو کارم. منتظرم اونقدر. مرتی که از بابام بزرگتره، فکر کن. جدی؟ همسن و سال دایی بهرامه، اصلا رفیق همن. جدی میگی؟ اون نمکتونو میدی؟ یه ذره کم نمک شده ببخشید. بابات میدونه؟ نه. فشار آقا جونم بالاست، عادت نمک ریختن از سرم افتاده. بالاخره آره یا نه؟ گفتم که نه، هیچکی نمیدونه. کیه این وقت روز؟ کف پام چسبیده بود. آه میخی گلو. یعنی چی؟ ببین دختره که اومد گفت برم دستشی، من دیگه چشامو بستم، گفتم بدبخت شدیم. ای لاکردار، رکب خوردیم. حالا یعنی دیگه این خونه خالی نمیشه؟ باز دختره رو بپایم، کی میره و کی میاد. باید یک کاری بکنیم که تو خونه پروانه رفت آمد داشته باشی. چرا شعر و ور میگی؟ من چطوری تو خونه پروانه رفت آمد داشته باشم؟ حالا واسه اون یه فکری میکنی، فعلا یه سویچ داشته باش. آها راستی ماشین خودت نیست، عوض کرد. مبارک باشه. مبارک صاحبش باشه. رانندگی بلدی؟ تصدیق داری؟
آره بلدم، چه ربطی داره؟ آقا جون نمیگن توی خونه 200 متری مبل نشستی چرا ماشین نداری؟ من کلی مخ عباسی رو زدم تا این ماشین گرفته. میگفت ماشین خودتو بهش بده. بیا یه موبایل 0912 حالشو ببر. آخه موبایل و ماشین به این گرونی و اینا واقعا لازمه؟ لازمه، واقعا لازمه، بله لازمه. بابا دیوونم کردی. بیا بشین پشت فرمون ببینم دست فرمونت هم مثل خودت طلاست. خیلی خوب. ماشین دارم عروس تحویلت میدم. یه وقت جزیدی تحویلمون ندی غلام رضا. حال میکنی چرا آدمو؟ مانا خانم ببخشید اون قلدونی که تازه براتون آوردم کجاست؟ اونجاست. ممنون. هیچ وقت تو خونه نمی اومد. قلدونم گذاشته بود پشت در. این همون قلدونیه که قرقه رو توش بود؟ آره. این پسر به زور کلاشه رو خفتش کرد، تونست 10 میلیون رو زندهش کنه. 50 تاش مونده که قول ماه دیگر داره. یه ماه دیگه بی خود کرده به دست سوخته. گوششه بگیر به تته بته میفته. من اونو میشناسم، وضعش خوبه، داره گربه رقصونی میکنه. این چکام تو دفتر آمده که نقد شده اما پول توی حساب نیست. کدوم چک؟ چی میگه عباسی؟ نمیدونم. بده من چکار، کپی چکار بده من با حسابم چک. ولی بفهمید. آقا جون بالاخره فهمیدم اون بسته چجوری سر از خونه ما در آورده بود. تو این خزعبلاتو ول نکردی دختر جان؟ میدونی مال کی بود؟ آقا عزت. مرتکی هم ولی بیان با لگت بندازمش بیرون. آقا جون حالا دیگه اینقدر بد اخلاق نباشین دیگه. آشتی کنی؟ بابا جان من کار دارم الان. جونمانا تونم منو کشتی با این قهر آشتی دختر جان. این یه چک خدمت شما. این دوتا اجازه بده من شماراش هم یاد کنم. سه تا اینم چهار تا من اینم پنج من شما برو پیگیری کن ببین جان پول تو حساب نبوده برادر من. پول بوده تو حساب. الو سلام آقا جلال، مخلصیم. آقا سلام، حالت چطوره؟ میتونی یه سر بیا اینجا؟ یه فلافل کار گرفتم، یکم ناشیه، بیای راچه ها نشونش بدی؟ بله چشم. اواخر سکشانسیم دیگه آقا، از بس شغال رقصوند که آخرش هم اینجوری شد. میگم بزنیم دختره رو بیافته گوش بیمارستان؟ تو کلت گلکاری کردم مثل این که ابله میخوای یه جنازه بندازی رو دستمون قاتلمون کنی. همون 100 میلیون که فنا دادی کافیه. امروز فرداست که جلوه بو ببره 100 میلیونش گم شده. آقا خب سفته های غلامو میدادی واسه 80 تای دیگه شمی فکر میکردی؟ عزیزم اسم این پسر تو سفته نوشته شده، بدم بهش که فوری لو میره. عجب چرا به فکر من نرسید؟ خب رفتی سراغ این مردی که ببینی چیزی پیدا کردی یا نه؟ فردا صبح علی‌الطلو میرم آقا، گفته بود چند روزه گیرش میاره. خیالتون جمع، دست خالی بر نمیگرده. داره میاد، آماده باش.
گرفتش. بریم. برو. نه 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 دنبالش میاد. نه 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 رد. دیدم بابا یه جوری میگه بیا که یعنی باید بیام. بذار وقتی مادر شدی میفهمی پدر مادر چی میکشن. رفتی یه هفته بمونی یه ما شد. خاله نمیذاش بیام. هی اصرار میکرد بمونم. ولی خیلی بهش من زحمت دادم. ولی نبودی هم نقنون رو درست بخونیت راحت نه که خیلی گوش میکنی تو هم. دختر جون یه کمی به درس و مشق این پدرام خانو چموش برس. گفتی چموش رو داری گفت دادم. بفرمی هر روز زاده است ترشیب آوردن. خوشگی شانس. حالا چراغ بعدی میگیریمش. رفت دیگه. دیگه البته اونی هم که بعد میفهمیدیم فهمیدیم دیگه. دیدی که یارو با حق و پولی که همه خورده چه دک و پوزی به هم زده. ماشین رو داشتیم مال این حرفا نیست. خاک تو سری شدیم ها. بزرگوار داره با پول ما کیف دنیا رو میکنه. اون وقت ما برای یه قرون 2000 گردنمون کج دستمون دراز جلو مردم این برون بر. باید باش قرار بذاری. ندارم. چی نداری؟ نمره شو دیگه. خیلی خب مگه نمیگی با قاسم آبادی آمده شد داره. از اون یارو منشی قاسم آبادی میگیری دیگه. همینه بهت میگم بابو گلابی دیگه. همه چی باید یادت داد. رم دم دم بیا دم دره دم دم حالا برو دیری دی دیری دی بیا دیگه دم 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 دیری دی دیری دی آخ 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 عجب خرخوروتی بود دایی. فقط تو ماداگاسکار قرقروت به این تلخی و مزخرفی پیدا میشه. شما همه چه شوخی میگیرین ها؟ نگفتین خدای نکرده این بلای سرتون میاد؟ آخه دایی جون من چه میدونستم این آقا جلوه تو گلدون خونش شقایق خشخاشی کاشته. مگه قرقروت هم از شقایق درست میشه؟ مامانم دایی داره باید شوخی میکنه قربونت برم. نه عزیزم قرقروت از شیر درست میشه. درست میگم داماد گرامی؟ دکتر گرامی درستش اینه که بگی از فراورده های لبنیه. آره ولی ما یه جور گفتیم که این بچه بفهمه. بالاخره ما نفهمیدیم این قرقروت زهرماری تو گلدونه این آقای جلوه چی کار میکرد؟ مگه بهتون نگفتم کاری کی بوده؟ نه اون کار این آقا عزت بوده دیگه. اومده گلدون رو بذاره زمین خم شده از جیبش افتاده تو گلدون. امروز هم اومده بود در به در دنبالش میگشت. ای بابا حالا مدیون این آقا عزت هم شدیم. میگم پورا میخواد برم یه خورده ازش قرق ورود بگیرم یه خورده قلیه درست کنیم ربا. از این قلیه برید همون ماداگاسکار میل کنید. پرستو تو نمیخوایی بگی ماداگاسکار کجاست؟ دایی جون دفعه دیگه خودم یک کره جغرافیایی بزرگ میگیرم بادش میکنم روش ماداگاسکار رو نشونت میدم. مطمئن باش.
این آقای کاظم‌زاده رسم وارد شدن به پارکینگ رو به شما یاد ندادن. سلام قربان، ببخشید اشتباهی از من سر زده. شما جان و مال ساکنین این ساختمون رو به خطر میندازید آقا. من چیکار کردم مگه؟ وقتی وارد پارکینگ میشید، وقتی خارج میشید، باید توقف کنید. در که کاملا بسته شد بعد حرکت کنید. شما همینجوری اومدین داخل ساختمون. من دکمه بسته شدن در پارکینگ رو زدم. بله دیدید که بسته شد. خب بسته میشه دیگه، بسته نشد. با من یکی بدو نکن جوون. ممکنه بسته نشده. شما از کجا میدونید در بسته شد؟ شما درست میفرمایید. حالا شما خون خودتون رو کثیف نکنید. خلاصه نبینم دیگه از این اشتباهات خطرناک بکنید. چشم. برو. مامان اصلا تو مودش نیستم. تو رو خدا بهم گیر نده. یعنی چی گیر نده؟ تو اینقدر زحمت کشیدی، این همه نقاشی های جور و جور کشیدی که همه رو بذاری یه گوشه. رعنا و یاسی 200 بار تلفن کردن راضیت کنم این گالری رو با هم راه بندازیم. مامان جان چرا شما درک نمی‌کنی؟ من موقعی که نقاشی می‌کشیدم خوشحال بودم، خیلی خوشحال. من نمیدونم تو چرا انقدر خودتو عذاب میدی، چرا انقدر خودتو اذیت می‌کنی. تو باید به فکر جوونیت، به فکر آینده‌ت باشی عزیز من. آره واسه همین یه مرد همسن بابا میاد خواستگاری. اون آدم نفهمیده داره چی کار میکنه. تو که نباید انقدر ضعیف باشی که از نادونی یه آدم این جور بریزی به هم. من الان به رعنا و یاسی تلفن میکنم بیان با هم برین این گالریتون رو راه بندازین. من دیگه حوصله این جنگولک بازی رو ندارم. خانومم به خاطر من خواهش میکنم، به خدا این کار خوشحالت میکنه، از این شرایط درت میاره. آدم وقتی خوشحاله که بختش خوب باشه، نه مثل من که اول جوانی همه آرزو هم مرد. آدم بی آرزو هم مرده است. ول کنین دیگه. الو. خوابی؟ بابا پاشو کلی کار داری؟ کار چی؟ پاشو برای سر در خونه پروانه یه چیزی گفتی زهرماری ازشون بگیر، باشون یه سلام علیک پیدا کن. سلام علیک چی؟ الان کسی تو خونه شونست که فقط این دخترها پسره توی خونه. ای خاک تون سر من. خب برای یه چرخی بزن بابا، برو روغنی کشکی ماستی قرقرودی یه چیزی بگیر. خب آخه درست نیستش آدم به خاطر دزدی مردم رو بذاره سر کار. کتم غلام رضا. مسخره میکنی؟ نه بابا مسخره چی داشت غلام؟ تو مثل اینکه اصلا حالی نیست، تو چه وضعیتی هستی؟ باشو برو در خونه شو یه روخی نشون بده برادر من. درس اخلاقت هم جای دیگه پس بده فعلا. برادرم سعید از انگلیس آورده. معلومه پارچش خیلی علاست. دیگه کی میان؟ راستش الان پاریسه، ممکنه یه سالی اونجا بمونه، ولی شاید هم عید اومد. نمیتونه یه قواره از همین پارچه با پست بفرسته؟ هزینش هر چی باشه قبوله. برای عروسی برادرزادم رومینا میخوام. عروسی رومینا کی هست؟ بعد مارمزون تو پاییز. حالا ببینم چی میشه. خب پروفسور چی شد؟ دوزدتو گیر آورده، اما شرط و شروط داره. من در خدمتم، هر شرطی باشه پایم. نگو من راپورتشو دادم. ما دهنمون چاک و بست داره پروفسور. کی آمار دادیم که این دومین بارش باشه؟ آخه نشلوشه، مرا مقایده نداره کارش. خیالت جمع.
همچین مرام بهش نشون بدم که حس کنه. اسمش تبوشه، رسمش هم اگه میخوای میبالم. لطفاً در باز کنید. من قاسم پور هستم. همسایه جدیدتون. سلام. 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 قاسم پور هستم، رضا. پروانه هستم، پدرام. آقای پروانه تشریف ندارن؟ نه، سرکار هستم. کاری داری؟ نه، هیچ کاری باشون نداشتم. فقط می‌خواستم راجع به این اینترنت ازشون سوال کنم. شما اینجا اینترنت وایرلس دارین؟ چی؟ میکایل بابا اون در وا کن دیگه. سلام آقا. معلوم هست سرت با چی بازی میکنه؟ فکر کردی دیگه سینجینت نمی کنم میذارمت به حال خودت؟ چی شده؟ چی شده؟ صد تا کم داری که؟ فرمایشا میکنین آقا؟ پروانه، آقا جانی حساب کتاب این مردک رو بیار ببینیم حرف حسابش چیه؟ یه حرفا چی آقا جلبه؟ هرچی جناب پروانه بگم برای ما سنده. صد بار بهت گفتم حواستو جمع کن، با این پروانه مثل آدم حساب کتاب کن. یه کاری نکن دودمانو جفتمونو به باد بده. آقا تا حالا نهیده بودم از کسی حساب ببری. ببند اون فکتو، این حساب بردنه، این احترام گذاشتن به سن و سال و کمالات و شعورشه، بیشعور. اون که بله. سلام آقا. سلام علیکم. چی شده؟ من صد بارم به جناب جلوه عرض کردم جناب عالی صد تومن گرفتی سفته هاشو ندادی، یعنی صورتشو دادی به من اما سفته هاش نیست. حساب کیه؟ خانم گرجی. صد تومن گرفته سفته هاشو نداد. یادم اومد چرا سفته داده؟ گذاشتم تو گاف صندوق دفتر، فردا صبح میارمش. دیدی حالا؟ بدبخ اینا همش مال بیزنیه. اینقدر نگرفتی هم پیر شدی هم الان خدا رو شکر اختلال حواس هم که گرفتی. آقا کاروبار شما نمیذاره ما این شب خواب راحت داشته باشیم. همین کمی که فرمایشت یه شیرزن هم بیاد بالا سرمون. الو بفرمایید. فرمایش از شماست قربان. شما؟ بله دیگه. نبایدم رفیقای قدیمی تو بشناسی. پشمان تویی؟ سمی خواستی کی باشه؟ چه عجب یادی از ما کردی؟ عجب از شماست قربان. خدمت برسیم. خدمت که از ماست آقا. باشه میرسیم. الان کجایی؟ از تهران زنگ میزنی؟ آره دیگه. من نمیدونی. تو دفتر قاسم آبادی کار میکنم. جدی میگی؟ من نمیدونستم تو اونجایی. همسایتون میشناسیش که؟ آره بابا میشناسم. حالا کجایی ببینیمت؟ شما بگو. شما اصولا بهتر میگی. میخوای یه شب پاشو بیا خونه من؟ اصلا همین امشب بیا. باش. آدرس الان برات میفرستم. شمارت همینه که افتاده دیگه. نه خیر، اون یکی نیفتاده. خب معلومه همینه دیگه. خیلی خب باش. قربانت. ببینیمت. خداحافظ. به خدا کل چک برگشتی رو دستم مونده، تا حسابم هیچی نمونده، ندارم والله، به خدا ندارم. یه کار میتونم واسه تو کنم، اگه چک دست این اون داری بردار بیا 3% ازت میگیرم پولش میکنه. فقط 3%؟ آره رو حرف داداشت حساب کن. قبوله. الان میام، یه دقیقه صبر کن. امر آقا. نشونی که پروفسور داد رفتی؟ بله آقا رفتم. نبود، گفت شب برمیگرده. میرم آقا، خیالتون جمع. جلوه داره بو میبره، بجم. میرم دیگه آقا. چشم. فردا یادت باشه 100 میلیون سفته بگیریم به نام خانم گرجی بدیم، فعلا دست جلوه باشه تا صداش در نیاد.
آها، سه سود چنیم آقا. بدبختی، گفتم 8% اسکانت کرده. حالا به پول نداشته خودمون باید بهره 8% بدیم. رفتی سراغ ذبیحی؟ بله قربان، الان کنارشون چارزانو در حال خدمتیم. دارم ببینم واسه این پولی که همه بالا گشت و هپله اپو کرد چه جوابی داره. چه جوابی داره؟ ولی ما اصلا بهش نباید اجازه بدیم حرف بزنه. آقا پولو بیا بالا. همین. آره اون که رو شاخشه، اما دوست دارم بدونم یارو چه فکری کرده راجب ما. یعنی بچه جلبک فکر کرده با الاغ طرفه. الاغ یعنی ما؟ یادت پارسال تولدم که خیلی حالم بد بود یه شعر از حافظ برام خوندی؟ حافظ نروانی، اقبال لاهوری. همون. گمان مبر که به آخر رسید کار مغان. هزار باده ناخورده در رگ تاک است. بنویسش بزن به دیوار اتاقت، برات لازمه. میدونی مونا، نمیدونم بر چه کار کنم. تو که فلسفه زندگی منو میدونی. من زندگی همینو میخوام که با دوستم بیام پشت بوم بشینم ستاره ها رو نگاه کنم و لذت ببرم. به خدا چیز زیادی نیست. خب منم همینو میگم. به جای قصه خوردن از همین چیزایی که دور و برت لذت ببر. به تمام اون چیزایی که تو همه این سالا یاد گرفتی رجوع کن. در حیات چرا این روی صدا میده؟ حتما روغنکاری میخواد. آقای محترم. آقا سلام علیکم. با من لج میکنی؟ با لج و لجبازی میخوای هممون رو به کشتن بدی؟ چی شده مگه؟ مگه نگفتم در حیاتو باز نذارید؟ کاپیتان جان میبینید که من دارم میرم. همه اهالی ساختمون میدونن. باید تو ماشین پشت در رو باز کنید، خارج چید، در رو ببندید، وایسید، در که بس شد بعد برید. چشم با این هرس و جوش که میخورید سکته میکنید و برای سن و سالتون خوب نیست. من سکته میکنم؟ داری من تهدید به مرگ میکنی؟ آقا این چه حرفیه؟ شما الان حالتون خوب نیست. هر وقت حالتون خوب بود با هم صحبت میکنیم. با اجازهتون. ول کن آقا. کاپیتان کاپیتان